مصاحبه. با درود به بینندگان و شنوندگان عزیز، در آستانه اول ماه مه 11 اردیبهشت روز جهانی کارگر قرار داریم. من مهدی اخوان به همراه همکاران برنامه مصاحبه روز اول ماه مه 11 اردیبهشت روز جهانی کارگر را به همه کارگران، معلمان و مزدگیران کشورمان تبریک میگم. اکنون در کشورمان معلمان به عنوان پیشروترین کارگران فرهنگی، از یک سو به دلیل مناسبات فرهنگی حاکم و از سوی دیگر در طبقه بندی اقتصادی در لایه مزدبگیران میانی جامعه قرار می گیرند. وضعیت معیشتی معلمان به دلیل بحرانهای اقتصادی کشور بسیار آسیب دیده. در سال گذشته طیف‌های وسیع از فرهنگیان کشور در اکسیون‌های سراسری تشکل‌های صنفی معلمان شرکت کردند. معلمان کارنامه درخشانی از مبارزات صنفی و اجتماعی خود در جامعه به جای گذاشتند. با وجود این اکسیون‌های اعتراضی، دولت جمهوری اسلامی به مطالبات صنفی و مدنی معلمان بی‌توجهی نشون داده. اما به شدت تحت فشار اعتراضات معلمان و فرهنگیان کشور قرار داره. در این وضعیت برای معلمان راهی جز اعتراضات مدنی مانند اعتصاب و تجمعات سراسری در خیابان‌ها و مدارس و اماکن آموزشی باقی نمی‌مونه. این مبارزات صنفی و مدنی پیگیرانه ادامه داره. برای آشنایی با این مبارزات و اعتراضات معلمان به سراغ رفیق یدی بلدی از فرهنگیان سابق و یکی از اعضای شورای مرکزی حزب چپ ایران فدایان خلق می رویم. با درود به رفیق یدی بلدی. رفیق یدی، سال گذشته به یک معنی سال گسترش اعتصابات معلمان شاغل و بازنشسته بود. معلمان علاوه بر چندین تجمع خیابانی، همزمان در ده‌ها شهر سه تحصن سراسری موفق نیز برگزار کردند که حکایت از عمق نارضایتی معلمان داره. به نظر شما خواسته های عمدی معلمان چه می باشند؟ دلایل اصلی این اعتراضات چیه؟ و اینکه نتیجه این اعتراضات وسیع تا کنون چه بوده؟ با سلام به خدمت دوستان عزیز و با تشکر از رفیق عزیزمان اخوان، اگه اجازه بدید قبل از پاسخ به پرسش شما من به دو نکته اشاره کنم. اول اینکه می‌دانیم که روز 5 اکتبر برابر با 12 مهر روز معلم شناخته شده از طرف سازمان یونسکو، اما در کشور ما در رژیم پیشین روز 12 اردیبهشت، یعنی روزی که یکی از معلمان در هنگام اعتراض در جلو مجلس به ضرب گلوله ماموران کشته شد به نام دکتر خانعلی، روز معلم نامیده شد، البته به اصرار معلمان. و در زمان جمهوری اسلامی هم اتفاقا همون روز 12 اردیبهشت که آیت الله مرتضی مطهری که عضو شورای انقلاب بود و استاد دانشکده الهیات بود، ایشان هم نیز در این روز به دست فرقان به قتل رسیدن، که این روز هم از جمهوری اسلامی به عنوان روز معلم شناخته شد. و نکته دیگه این که خدمت دوستان عرض کنم که در ایران ما 900 هزار معلم داریم که البته بیشتر اونها رو خانم‌ها تشکیل میدن، 310 هزار معلم بازنشسته داریم و 35 هزار معلم حق التدریسی داریم. همونطوری که شما فرمودین در طی سال، یعنی از سال 1340 تا کنون معلمان به اشکال مختلف مبارزه کردن برای حقوق صنفی خودشان، اما متاسفانه کمتر موفق بودند. در سال 40 البته اون اگر لازم شد خدمت رو عرض خواهم کرد که تا حدودی موفقیت آمیز بود، اما در این سالها واقعیت اینه که معلمان به خواسته هاشان نرسیدن و اگر اندکی به حقوق اونها اضافه میشه از نظر صنفی با توجه به تورم و گرانی لجام گسیخته که در کشور ما وجود داره، اون مبلغ اضافی هم خود به خود خونسا میشه. اما آنچه که مایه خوشحالی و خوشبختی اینه که در سالهای اخیر خواسته های معلمان ما از خواسته های صنفی و حقوقی فراتر رفته و به خواسته های سیاسی و فرهنگی رسیده. شما در نظر بگیریم مثلا یکی از خواسته های معلمان اینه که خواهان
شرکت در تدوین کتاب‌های درسی هستند. کتاب‌های درسی ما به ویژه در رشته‌های علوم انسانی و علوم اجتماعی محتوا فوق‌العاده عقب مانده هست، محتوا شامل خرافات هست، محتوا شامل تحریف تاریخ هست و معلمان خواهان این هستند که در این تدوین این کتاب‌ها شرکت کنند. و می‌دانیم که به خاطر شکست جمهوری اسلامی در برنامه‌های آموزشی سال 95 15,000 نفر طلبه را به مدارس اعزام کردند که به دانش آموزان به اصطلاح تعالیم دینی بیاموزند. نکته دیگری که معلمان خواستارش هستند عدم دریافت شهریه است. می‌دانیم که شهریه کلاً غیر قانونی است در جمهوری اسلامی، اما به اشکال مختلف از خانواده‌ها اخاذی می‌کنند. یک بار میگه مثلا میان میگن که زمین والیبال ما به اصطلاح اسفالت نیست و می‌خوایم درست کنیم، یا بچه‌ها لباس ورزشی ندارن یا نیمکتا فرسوده هستن و ما بودجه نداریم، شما کمک کنید به ما که به هر حال اینها را تأمین کنیم. مسئله سومی که باز معلمان خواستارش هستن اختصاص دادن بودجه برای مدارس کاهگلی و مدارس کپری هست. متاسفانه در تمام روستاهای استان سیستان و بلوچستان تمام مدارس کپری هستند و همچنین در استانهای خراسان جنوبی، استان هرمزگان، استان کرمان، استان بوشهر و اینها همش به اصطلاح بیشتر در روستاها مدارس کپری هستند. در استان ایلام و کردستان هم مدارس کاهگلی زیادی وجود داره. خواسته دیگر معلمان که بسیار انسانی هست مبارزه با مواد مخدر و شرارت در مدارس هست. طبق آمار خود وزارت آموزش و پرورش در سال 96 136,000 معتاد در مدارس ایران شناسایی شدند که یک فاجعه واقعا ملی و بزرگی است. البته این شامل کسانی میشه که به طور کامل معتاد هستند. هستند دانش آموزانی که متاسفانه به طور تفننی از مواد مخدر استفاده میکنند. و مسئله دیگه مسئله شرارت هست در مدارس. در سال 96 600 مورد چاقوکشی در مدارس اتفاق افتاده که متاسفانه یکیش هم منجر به قتل شده. خواسته دیگر معلمان این است که دارای کانونهای صنفی و روزنامه رسمی و صنفی خودشون باشند که این هم باز امکان پذیر نیست. در سال 95 به اصطلاح یک نشریه صنفی معلمان تقریبا مستقل بود منتشر میشد، اما در شب نوروز در دو سه روز مانده به عید تمام کارکنان این روزنامه دستگیر شدند و در واقع آقای احمدی نژاد عیدی داد و همه اینها را روانه زندان کرد. اما همونطوری که شما فرمودین واقعیت اینه که معلمان یکی از پیشگامان مبارزه برای آزادی در جامعه ما بودند. در سال 40 که 8 سال بعد از کودتای 28 مرداد جامعه ما در یک سکون کامل بود و ساواک هم بر همه چیز، ساواکی که تازه تأسیس شده بود، بر همه چیز تسلط داشت. اما به ناگهان معلمان با اعتراضات چند روزه خودشان در جلو مجلس و کشته شدن یکی از اونها طوفانی واقعا در اون زمان برپا کردن و اون سکوت جامعه رو شکستن و پا رو از مسائل صنفی فراتر نهادن و خواهان استعفای دولت شدن، یعنی مسئله‌ای که سابقه نداشته. و در این مورد شاه عقب نشینی کرد و دولت شریف امامی استعفا داد و یکی از خواستهای معلمم این بود که یک معلم باید به عنوان وزیر، اون موقع البته آموزش پرورش هنوز نبود، وزیر فرهنگ باید انتخاب بشه که محمد درخشش به عنوان نماینده معلمان به عنوان وزیر آموزش و پرورش وزیر فرهنگ انتخاب شد که متاسفانه مثلا دیری نپایید و با روی کار آمدن آقای علم تمام این امتیازات از معلمان گرفته شد و این امتیازاتی که به دست آوردم در زمان امینی بود که البته حامی امینی هم کندی در آمریکا بود. معلمان زیادی ما داشتیم، همواره در عرصه مبارزه بودم و الان هم هستم. معلمانی مثل هاشم خواستار، باقانی از بوزور و دیگر دوستانی که الان هستن یا در زندان هستن یا اینی که به هر حال اخراج شدن از مدرسه از شغل خودشون. و فراموش هم نکنیم که معلمان بسیار زیادی ما داشتیم که در راه آزادی و عدالت جان باختن که نام چند نفر از اونها را خدمت دوستان بازگو میکنم. رفقا علیرضا نابدل، بهروز دهقانی، یحیی رحیمی،
قربان حسینی، اسقر آراسته، داریوش نیگو، بهمن عزتی، غلام گرگین پاوه و دوست بسیار عزیز و ارجمندم زین العابدین کاظمی و پسرموی عزیزم رؤوف بلدی که هر دو اینها معلم بودند و در فاجعه ملی سال 67 سربدار شدند. من مطمئنم که در آینده ایران با تشکلاتی که معلمان دارند در تحولات آینده ایران نقش بسیار بسیار اساسی خواهند داشت، چنان که در این سالها نشان دادند متحد و یک پارچه به هر حال برای خواسته‌های خودشون به حرکت در آمده بودند. رفیق یدی، علل مخالفت دولت با خواسته‌های معلمان چیه؟ دولت به هیچ کدام از خواستهای مردم ایران پاسخ نمیده و به ویژه معلمان، با توجه به اینکه معلمان 900 هزار نفر هستن، یعنی با بازنشسته ها چیزی حدود 1,300,000 نفر هستن، اگر بخواد به خواستهای اینا عملی کنه بودجه بسیار زیادی میخواد. البته بودجه آموزش پرورش به مراتب، به طور اگر سرانه حساب کنیم، به مراتب خیلی خیلی کمتر از حوزه ای هست که برای این بودجه ای است که برای حوزه های به اصطلاح علمیه، در واقع حوزه های جهلیه به کار برده میشه. و بعد از اون سو هم رژیم میبینه که اگر بخواد به خواسته های معلمان تندر بده، فردا باید به خواسته های پرستاران، کارمندان، رانندگان اتوبوس و کارگران هم باید پاسخ بده. اینه که همواره در این موارد هیچ وقت کوتاه نیامده و همینجوری به کار خودش ادامه میده. رفیق یدی، در سال گذشته برخوردهای امنیتی با فعالین و تشکل‌های صنفی معلمان افزایش چشمگیری داشت. در این مدت عده دیگری از معلمان به زندان‌های تا 10 سال محکوم شدند. تاکنون اعتراضات مختلفی برای آزادی اونها صورت گرفته، اما هنوز منجر به آزادی اونها نشده. فکر می‌کنید علاوه بر آکسیون‌های انجام شده، چه راه‌های مؤثری می‌تونن به دفاع از حقوق معلمان و پایان دادن به برخوردهای قضایی و به ویژه آزادی معلمان دربند و بازگشت به کار معلمان اخراج شده و تبعید شده کمک بکنه؟ ببینید، واقعیت اینه که در سال گذشته و در سالهای گذشته معلمان اعتراضات زیادی را داشتن و همچنین برای آزادی، و یک مسئله که من یادم رفت بگم، یکی از خواسته های معلمان آزادی زندانیان هست، نه تنها زندانیان معلم، تمامی زندانیان سیاسی هست. و مسئله اینجاست که در این مورد متاسفانه، خب عرض کردم، تظاهرات خیلی چشمگیر بود، اعتراضات خیلی چشمگیر بود، ولی سراسری نبود. تا اونجایی که من یادم باشه در 17 تا شهر ایران بود که این اعتراضات انجام شد، و اگر در 10 شهر ایران انجام بشه مسلما منجر به آزادی زندانیان خواهد شد. ضمن اینی که ما میدانیم که جمهوری اسلامی حاضر به عقب نشینی یک قدم نیست، یعنی اگر بخواد کسی رو، چند نفر رو آزاد کنه، مجبور خواهد شد تمام زندانیان رو آزاد کنه. و از سوی دیگر تنها تظاهرات معلمان کافی نیست. واقعیت اینه که تمامی اخشار جامعه ما، معلمان، پرستاران، راننده های اتوبوس، کارمندان، کارگران و اینها باید متحدن و یک پارچه عمل کنند تا بتوانند آزادی زندانیان سیاسی را تضمین کنند. واقعیت اینه به تنهایی رژیم عقب نشینی نخواهد کرد. رژیم زمانی عقب نشینی خواهد کرد که با سیل عظیمی از اخشار و طبقات جامعه و اصناف مواجه بشه و روبرو بشه. و ضمن این که هنوز ما معلمان از داشتن یک قانون مستقل و توانمند برخوردار نیستن. اگر یک قانون مستقل و توانمند داشته باشند در که سراسری باشه، در تمام ایران باشه، مسلما آنگاه باز هم خواهند توانست به خیلی از به اصطلاح خواستهای خودشون دسترسی پیدا کنند. رفیق یدی، همونطور که اطلاع دارید، حداقل حقوق و خط فقر برای معلمان، کارگران، بازنشستگان و حتی پرستارانی که خودتون ازش صحبت کردید یکسانه. کارگران و بازنشستگان نیز در سال گذشته اعتراضات زیادی داشتند. در این وضعیت همگرایی معلمان با گروه های مدنی دیگر مثل کارگران، بازنشستگان و زنان را چگونه میتونید ارزیابی کنید؟ در حال حاضر این همگرایی در چه سطحیه؟ آیا معلمان در کنار تعمیق و گسترش مطالباتشون تونستن خودشونو به دیگر گروه های مطالبه گر مدنی نزدیک کنن؟
ببینید همینطوری که فرمودین میزان دریافتی ها، میزان دستمزد بسیار بسیار پایین تر از هزینه های زندگی است و ما میبینیم هر معلم حداقل دو و گاهی هم در سه جا مشغول کار هستند، مگر معلمانی که به هر حال توانایی جسمی نداشته باشند. با تمام اینکه دو جا و سه جا هم کار میکنند، توان به اصطلاح پرداخت تمام هزینه های زندگی رو ندارند. اما ببینید واقعیت اینه که هنوز که هنوزه اعتراضات جامعه ما، نافرمانی ها، مدنی های جامعه ما هنوز به هم نزدیک نشده. هنوز اقشار موفق نشدن که دست در دست یکدیگر بذارن و برای خواسته هایی که عمومی هست تلاش بکنن. ولی من مطمئنم در همین حرکت ها، در همین راهی که اعتراضایی که دارن انجام میدن، در آینده من فکر خواهم کرد که به هم نزدیک خواهد شد و هر چه فشار بر مردم بیشتر باشه این نزدیکی ها بیشتر خواهد شد و تلیعی که پیداست در آینده نزدیکی ما شاهد این همگرایی و این نزدیکی ها خواهیم بود و این آرزوی ما هست و این تنها راه هم هست. با تشکر از وقتی که در اختیارمون گذاشتید رفیقی، به امید دیدارها و شنیدارهای بعدی و پیروزی معلمان در مبارزاتشون. من هم از شما سپاسگزارم و همچنین از بینندگان عزیز.